مهمان من نوجوان بود که در وطنش ایران رادیو تأسیس شد. امکانی برای او برای گوش دادن به موسیقی کلاسیک اروپایی و بروز علاقه ای چنان قوی در او که سبب شد بعدها به سنت خانوادگی برای تحصیل در رشته حقوق پایبند نماند و برای تحصیل موسیقی اروپایی به امریکا برود. او بعد از سالها تحصیل و تدریس اولین محقق موسیقی دستگاهی ایران شد. به ایران برگشت و تا وقوع انقلاب اسلامی در مراکز دانشکده‌های موسیقی در خدمت موسیقی ایران ماند. او که حالا بعد از سالها تدریس در دانشگاه‌های ایرلند دوره بازنشستگیش را در این کشور می‌گذراند، جای ایران را در موسیقی جهان و جای موسیقی جهان را در ایران در کجا می‌بیند؟ آقای هرمز فرهد، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. تشکر. آقای فرهد، هر کسی جای شما بود در سن نوجوانی که رادیو تازه تأسیس شده بود به موسیقی و ردیف‌های دستگاه‌های موسیقی ایرانی گوش می‌داد، ولی شما ترجیح دادید که موسیقی کلاسیک اروپایی بشنوید. این علاقه از کجا در نوجوانی به وجود اومده بود؟ البته می‌دونید که در از اوایل قرن 20 فرهنگ غرب به ایران نفوذ پیدا کرد و جنبه های مختلف فرهنگ غرب یک تحولی در ایران به وجود آورد، از جمله گرایش به ادبیات غرب، نوشتن کتاب به سبک غربی، مخصوصا فرانسه نفوذ زیادی داشت. در نقاشی هم افرادی بودند که به سوی سبک های غربی گرایش پیدا کردن. در موسیقی هم خب افرادی بودن، حتی قبل از من اولین فرد نیستم که توجهشون به زیبایی ها و ابهت و تنوع موسیقی کلاسیک غربی جلب شد. البته میدونید مثلا پرویز محمود که تحصیل کرده بلژیک بود، خیلی قبل از من موسیقی کلاسیک غرب رو حرفه خود قرار داد. به هر حال آشنایی من از طریق شنیدن برنامه‌های کوتاهی که از طریق رادیو در زمین موسیقی کلاسیک غرب وجود داشت آغاز شد و بعداً خب یه برنامه‌های کنسرت‌های هم گاهی در تهران توسط از جمله پرویز محمود، روبیک گریگوریان، ارکستر سمفونیک تهرانی به وجود آمده بود. اینها همه باعث شدند که توجه من و علاقه‌ام بیشتر در بسیاری جا عنوان شده که شما اولین دانشجوی موسیقی بودین که به امریکا رفتید برای تحصیل موسیقی. حالا چرا شما امریکا انتخاب کردین؟ چون معمولا همه خب ارکستر سمفونی‌های اروپایی در برلین، در وین، در پاریس همه خیلی معروف بود. شما ترجیح دادید برین امریکا درس موسیقی بخونید. در آغاز تصمیم من این بود که برم به فرانسه برای تحصیل موسیقی، ولی موقعی که من به این تصمیم رسیدم که به طور جدی تحصیل موسیقی کلاسیک بکنم، مصادف بود با پایان جنگ دوم جهانی و یک چند سالی بعدش. در اون زمان اروپای وضع خیلی آشفته‌ای داشت، اروپا خیلی خرابه بود، اکثر کشورهای اروپا هنوز آثار جنگ به طور بارز دیده میشد و به علاوه من خود رو ناچار دیدم، چون خانواده‌ام با اینکه من برم برای تحصیل موسیقی به خارج موافقتی نداشتن، ناچار میدم که به نحوی خود رو تأمین بکنم هر جا میرم و امکان کار کردن و به دانشگاه رفتن در اروپا وجود نداشت. کار برای خود مردم اروپا نبود. روی این اساس بود که تصمیم به آمریکا گرفتم و خب در غایت امرم از این تصمیم خیلی راضی هستم. خب به هر حال شما به امریکا رفتید، اونجا لیسانس و بعدش هم فوق لیسانس رو گرفتید و بعد جلب شدید به طرف اتنو میوزیکولوژی. بله. اولا چی هست این اتنو میوزیکولوژی؟ اتنو میوزیکولوژی تحصیل موسیقی هایی است که از
نوع موسیقی کلاسیک غربی نباشند. از جمله موسیقی های محلی حتی کشورهای غرب، مثلا تأثیر موسیقی های محلی فرض کنید خود آمریکا، موسیقی بومی های آمریکا یا موسیقی های محلی در اروپا، هر کشوری و همچنین دنیای شرق، آسیا و همچنین آفریقا، اینها موسیقی هاشون تحت این عنوان اتموزیکولوژی فعلا مورد مطالعه هست و رشته است که نسبت به موزیکولوژی که مطالعه موسیقی کلاسیک غرب هستش، اتموزیکولوژی نسبتا نو ظهوره، یعنی در حدود 70-80 سال بیشتر نیست که مطرح هست. خیلی جالب آقای فرهاد که شما بعد از اینکه وارد این رشته خاص موسیقی میشید و مطالعه میکنید در فرهنگ‌های موسیقی فرهنگ‌های مختلف، تازه در آخر به فکر ایران میفتید که حالا راجع به ایران تحقیق بکنم. چرا ایران گذاشتین آخر؟ خب در آغاز که همونطوری که قبلا صحبت شد، من توجه به موسیقی کلاسیک غرب معطوف شد و تحصیلاتم در زمینه آهنگسازی بود در آمریکا. موقعی که شروع کردم برای دوره دکترا در آمریکا در دانشگاه کالیفرنیا، یکی از استادان نسبتا جوانی که اونجا بود، یکی از پیشتازان رشته اتموزیکولوژی بود، مردی به نام منتل هود، و او وقتی دید که من برای رشته دکترا شروع کردم و تصمیمم بر این بود که کماکان در رشته آهنگسازی باشه و برای تزم میخواستم روی موسیقی اسپانیا، آهنگساز اسپانیایی هست به نام ویکتوریا، آهنگساز بزرگ اسپانیا در قرن 16، میخواستم روی کارهای او تز بنویسم. منتور هود با من چندین بار صحبت کرد، گفتش که تو به هر حال ایرانی هستی، چرا راجع به موسیقی کشور وطن خودت کار نمی کنی برای تزت؟ و به هر حال اون من قانع کرد که این از نظر یک رشته تحقیقاتی خیلی ارزش بیشتری میتونه داشته باشه. سوال من همینه، یعنی برای یک ایرانی ظاهرا هر کسی که از بیرون نگاه میکنه به قضیه، خیلی بایستی طبیعی می بود که شما اولین رشته‌ای که در زمینه اتنومیوزیکالوجی انتخاب میکردین در واقع موسیقی ایرانی بود، ولی شما بایستی یک نفر دیگه شما رو تشویق بکنید که برید موسیقی ایرانی، یعنی به نظر میسه زیاد علاقه اصولا به موسیقی ایرانی نداشتین از اول. من بی علاقه نبودم، اتفاقا پدرم تار خوب میزد که شاگرد درویش خان بوده در جوانیش و موسیقی ایرانی هم خیلی شنیده بودم در ایران در بچگی، ولی همطور که قبلا عرض شد تمایلم از جوانی، از نوجوانی، از بچگی در واقع به دلایلی معطوف شد به موسیقی کلاسیک غرب. این بود که عقب او رفتم، نه این بود که از موسیقی ایرانی بیزار باشم، این بود که به موسیقی دیگری علاقه من شدم. ولی همطور که عرض شد، این استاد در دانشگاه کالیفرنیا من قانع کرد که تز رو اگر روی جنبه از موسیقی ملی کشور خودم بنویسم میتونه ارزش خیلی بیشتری داشته باشه. ولی بالاخره شما این کارو کردید و رفتید ایران، و ایران که رفتید که قرار بود که یک مسافرت موقت تحقیقاتی باشه، منجر به این شد که به طور دائم اونجا بمونه. نه، در اون موقع تو بعد که برگشتید. من اول برای فقط مطالعه رفتم در سال 1957 که 8 سال بعد از رفتن به آمریکا بود، و 1.8 سال در ایران بودم و 57 فرنگی دیگه 1957 تا اواخر 58 تا آخر 58 اونجا در ایران بودم که با موسیقی دانان به نام ایران
در اون زمان آشنایی پیدا کردم، باشون کار کردم، از جمله ستار یاد گرفتم نزد نصرالله زرین پنجه، سنتور پیش مرحوم حسین سبا، نه ابوالحسن، حسین سبا، و مطالعه کردم با مرحوم خالقی، استاد خالقی، خیلی دوست شدم و او به من خیلی کمک کرد. به هر حال این مطالعات رو بردم با خودم به آمریکا و منجر شد به ارائه تز دکترام. و باز به مدت 10 سال باز در آمریکا بودم. بازگشتم به ایران در سال 1969 بود. منظور من از این سوال این بود که اون سفری که برای تحقیقات رفتین به ایران سبب شد که زمینه ای بشه برای اینکه شما علاقمندیتون به موسیقی ایران بیشتر بشه. و بعد که درستون تحصیلتون تموم شد دوباره برگشتین به ایران و دفعه دیگه موندگار شد. بله، البته چندین سال قبل از برگشتن به ایران چندین سال در دانشگاه کالیفرنیا درس میدادم، ولی برگشتم به ایران در سال 1969 که منجر شد به استادی در دانشگاه تهران و ریاست دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران. و خب فعالیت هایی که در ایران داشتن رئیس بخش موسیقی رادیو تلویزیون ایران. بله. و فعالیت هایی که در زمینه آهنگسازی داشتم، بر ارکستر سمفونیک کار نوشتم. و خب حالا سوال من اینه که آقای فرهاد، شما که اونچنان علاقه وافری، اینطوری بگیم، اونچنان علاقه وافری به موسیقی ایرانی نداشتید، بعد از این ماجرا شما علاقه من شدید تا جایی که ترجیح دادین که در ایران بمونین و سمت‌های مهمی هم بگیرید در ایران. چه چیزی در موسیقی ایرانی اون موقع دیدید که نظر شما رو عوض کرد؟ یا لااقل بیشتر علاقه مندتون کرد؟ موسیقی ایرانی دارای خصوصیاتی است که کاملا مشخص میکنه هویتش رو از موسیقی کلاسیک غرب. موسیقی ایرانی موسیقی یک صدایی است، یعنی موسیقی است که در یک زمان شما فقط یک تون میشنوید. در موسیقی غرب، موسیقی کلاسیک غرب، موسیقی چند صدایی است. موسیقی است که از تلفیق اصوات مختلف در یک زمان روی یک اصول متدون به کار برده میشه. این جدایی و فردیت موسیقی ایرانی خودش یک جذبه خاصی داره، چون به قدری متفاوت هست که در نوع خودش یک خاصیت و لطف خیلی انسانی و فردی داره. و اینکه موسیقی ایرانی متکی است بر بداهه نوازی و بداهه خوانی، این یک سنتی است که در غرب از دست تقریبا رفته، در حالی که در موسیقی ایران در واقع پایه‌گذار اساس موسیقی است. بله، منظورم اینه که یک ارزش‌هایی در موسیقی ایرانی هست که مال خودشه و اینها خیلی میتونن جذاب باشن. اتکای موسیقی ایرانی برخلاف موسیقی کلاسیک غربی به آواز و صدا هم بخشی از همینه به نظر شما؟ یعنی شما فکر می‌کنید که چون خیلی متکیه موسیقی ایرانی به آواز، یعنی بله، ظاهرا اونطوری که ما به عنوان شنونده نگاه می‌کنیم به موسیقی، نه به عنوان آشنا متخصص. موسیقی غربی هم البته انواع آوازی خیلی وسیعی داره. در واقع تمام موسیقی قرون وسطا و رنسانس، اون چیزی که در دست هست به صورت نوشته شده و ساخته شده، بیشتر متکی به موسیقی آوازی است. ولی نکته که شما می‌فرمایید رو به این صورت من میتونم توضیح بدم که تک نوازی و تک خوانی مبنای موسیقی اصیل ایرانی است. البته ما وقتی داریم صحبت از موسیقی ایرانی میکنیم بیشتر داریم صحبت از موسیقی شهری و سنتی میکنیم. بله. موسیقی محلی، بله، به اونم میپردازیم در ادامه صحبتو. بله. موسیقی سنتی شهری ما
به طور کلی موسیقی تک نوازی و تک خوانی است. از این نظر هستش که اهمیت خواننده سولو یا نوازنده سولو خیلی بیشتر جلب توجه میکنه تا در موسیقی غربی که ترکیب از هر دو وجود دارد. ارکستر در مجموع مهمه، ارکستر هست یا کور و ارکستر هست یا خواننده با همراهی ارکستر یا با همراهی پیانو هست. به هر حال نکته که شما میفرمایید درسته، در موسیقی ایرانی آواز خیلی اهمیت داره چون شعر خیلی اهمیت داره. این هم هست اهمیت شعر در فارسی. حالا یک صحبت های دیگه در مورد حالا که به موسیقی امروز ایران برگشتیم، شما نظرتون اینه که موسیقی سنتی ایران موسیقیه که عرصه بسیار محدودی داره برای عرضه خودش. بله. و اگه اجازه بدید من یک تکه از نقل قول کنم از شما که شما میگین که اگر تمام 7 دستگاه و 5 آواز را در یک موسیقیدان آگاه با همه توانش بنوازد شاید نتواند به 12 ساعت برساند، اما مثلا موزارت به تنهایی آثارش از 70-80 ساعت میگذرد. میتونید توضیح بدین منظورتون چیه؟ اگر که بحث روی موسیقی سنتی شهری ماست که در ردیف موسیقی سنتی خلاصه میشه که تقسیم شده به 12 مجموعه، بعضیا میگن 7 تاش دستگاه، 5 تاش آواز، من ترجیح میگم بگم 12 مجموعه، 12 دستگاه. اینها رو همطور که از قول من فرمودید، اگر یه نفر که خیلی گوشه های متنوع دستگاه ها رو میشناسه، خیلی وارده، بشینه به طور بداهه نوازی خیلی بسیط ارائه بده، 12 ساعت نخواهد شد. در حالی که اونطوری که از قول من گفتید، یک آهنگساز غربی بین هزاران که آثارشون نوشته شده و موجود هست، صدها ساعت موسیقی ایجاد کرده. ولی توان موسیقی ایرانی، ثروت موسیقی سنتی ما در این هستش که این 10 ساعت یا 12 ساعت یا هر چی که میشه که در این محدوده فراتر نخواهد بود، دوبار یک جور اجرا نخواهد شد. ثروتش در اینه، برای اینکه این یک موسیقی تثبیت شده و مشخصی نیست. تمام مقام های ما که در این دستگاه ها و گوشه های این دستگاه ها وجود دارند، بر مبنای این مقام ها این گوشه ها به وجود میان، فقط زمینه کارند، فقط اشاره ای به مطلب هستند که نوازنده و خواننده با تجربه فراوان در درون خود داره، ولی موقعی که میخواد اجرا بکنه یک چیز مشخصی به وجود نمیاد. آیا این شبیه اون چیزیه که مثلا موسیقی جاز بهش میگه امپروویزیشن، این همونه یا اینکه نه متفاوت؟ بله تا حدی، ولی مال جاز نسبت با بداهه نوازی در موسیقی ایرانی خیلی محدودتره، یعنی خیلی مشخص شده تره. مال موسیقی ایرانی خیلی میتونه وسیع تر باشه، امکانات بداهه نوازی. شما میتونید یه گوشه، فرض بفرمایید گوشه عراق از دستگاه ماهور، میتونید اجرا بکنید 3 دقیقه طول بکشه، میتونید اجرا بکنید 18 دقیقه طول بکشه. حالا شما فکر میکنید که آهنگسازای ایرانی از این امکانات بداهه نوازی موسیقی ایرانی به اندازه کافی یا درست استفاده کردند و میکنند؟ آهنگسازی با این موضوع، با موضوع بداهه نوازی، واقعا دو مطلب جدا است. بداهه نوازی کار اون چراست که هنگام اجرا آفریده بشه، آهنگسازی اون کاریست که به طور تثبیت شده، به طور قاطع و نهایی
خلق بشه و بار دوم هم عیناً همونطور اجرا بشه. در نتیجه بایست که ثبت بشه، بایست یک خط موسیقی وجود داشته باشه برای کار آهنگسازی. برای بدایه نوازی ثبت لازم، بیشتر به نوازنده متکیه در بنابراین موسیقی. بله، کار جزء هنر نوازنده. ببینید یه سوال دیگه راجع به این موضوع بکنم. در عرصه کار موسیقی کلاسیک مثلا فرض کن آهنگساز ایرانی، شخص شما مثلا ترجیح میدید یا دوست دارید یا درسته که اصولا از امکانات موسیقی ایرانی و فضای موسیقی ایرانی در موسیقی کلاسیک استفاده بشه؟ البته میتونید درست باشه. زیاد موافق تلفیق نیستید آخه اینجا اونجا صحبت کردم. من خیلی کارهای خیلی از آثاری که نوشتم با موسیقی ایرانی مربوط، از دید من امکان بهره‌گیری از موسیقی های محلی در کار آهنگسازی خیلی عملی تره، چون موسیقی های محلی تم های خیلی مشخص و عیناً تکرار شده ای دارند، در حالی که در موسیقی شهریمون اینطور نیست، فقط یک زمینه کاری وجود داره. ولی به هر حال کار آهنگساز با خودشه. کسی که آهنگسازه صرفاً به خاطر اینکه ایرانی است هیچ الزامی براش نیست که از موسیقی محلی استفاده بکنه، از موسیقی سنتی استفاده بکنه. اگر که میخواد بکنه میکنه و نه، من منظورم ایرانی است اصولا، یعنی تلفیق به اصطلاح موسیقی های حتی محلی یا در موسیقی کلاسیک. مثلا فرض کن، من نمیدونم، حالا من زیاد متخصص موسیقی نیستم، ولی مثلا فرض کن کاری که ریمسکی کورساکوف مثلا قطعه کاپریچو اسپانیول مثلا، آیا این میشه گفت یک موسیقی اسپانیاییه یا روسیه یا تلفیقی از دوه؟ ولی میشه گفت موسیقی اسپانیایی منشه. به هر حال آهنگسازان دیگری که خیلی موفق‌تر از ریمسکی کورساکوف بودن از موسیقی محلی کشور خودشون استفاده کردن. اون که در این مورد این آهنگی گفتید خاصه موسیقی اسپانیولی رو متجسم بکنه، ولی خب آهنگساز داریم مثل فرض بفرمایید بلا بارتوک، آهنگساز مجار، اون خیلی به طور موفق‌تری از موسیقی تحقیق کرد زیاد از موسیقی محلی. خب یا فرض فرمایید ادوارد گریگ، آهنگساز نروژی، از موسیقی نروژی استفاده کرد. این بهره‌گیری از مبانی ملی برای آهنگسازی در خیلی کشورها مخصوصا از قرن 19 متداول شد. در ایران هم خیلی از آهنگسازان ما این کار کردن از جمله خود من، ولی به هر حال اگر که نمیخوان این کار بکنن، میخوان صرفا آهنگ از خودشون خلق بکنن، اون هم هیچ ایرادی نداره. بسیار خوب. شما فکر میکنین که موسیقی طی سالهای اخیر توجه به موسیقی ایرانی در کشورهای غربی به خصوص زیاد شده، کنسرت های زیادی برگزار میشه اینا، کجاست موسیقی ایرانی در عرصه موسیقی جهانی و برعکسش؟ کجاست؟ یعنی در چه موقعیت و محلی قرار داره مثلا موسیقی ایرانی؟ میشناسن؟ فکر نمی‌کنم. یعنی هنوز اون موقعیتی نداره که مثلا بسیاری از موسیقی بعضی از کشورهای دیگه داره، مثلا موسیقی اسپانیولی یا موسیقی آمریکای جنوبی داره مثلا. نه، به یقین به طور عمومی نه. افرادی هستن که علاقمند شدن، حتی تحصیل تعداد زیادی بودن در این دوران بعد از اون آغازی که بنده کردم حدود 60 سال پیش که آمدن و دنبال موسیقی ایرانی رو رفتن تحصیل کردن، غربی ها منظورمه، یعنی کتاب نوشته شده، که کتاب های متعددی راجع به موسیقی ایرانی نوشته شده. ولی اینکه بگیم موسیقی ایرانی در جامعه غربی شناخت وسیعی داره، نه. آقای فرهاد، شما الان تقریبا 15 ساله که شاید که بازنشسته شدید دیگه، بله، و در دابلین زندگی میکنید. الان در دوران بازنشستگیتون به کی گوش میدید؟ چه موسیقی گوش میدید؟ من چه در بازنشستگی و چه قبلش بیشتر به
این خزانه لایتناهی موسیقی کلاسیک غرب گوش میدم و همچنین موسیقی های دیگر. موسیقیدان مورد علاقه شما کیه؟ کمپوزر مورد علاقتون کیه؟ بزرگترین آهنگساز به نظر من یوهان سباستین باخ. ولی البته به موسیقی ایرانی هم گوش میدم، مخصوصا آثاری که بعضی آهنگسازان جوان یا نسبتا جوان این روزها خلق میکنن. مخصوصا یکی از کسانی که خیلی کارهاش رو من میپسندم آقای حسین علیزاده است که در دانشگاه تهرانم دانشجو بود موقعی که من اونجا بودم در و خب دیگران هم هستن که کارهای خیلی جالب می نویسن و گوش میدم من. ولی خب کلن من کاریر و زندگی موسیقاییم در رابطه موسیقی کلاسیک غرب بود. خیلی متشکرم آقای هرمز فرهاد از شرکتتون در برنامه به بار دیگر. ممنون از شما.